بعضی روزگاری کشور زیبای مکزیک توسط خانواده‌های اسپانیایی اداره می‌شد و اسپانیایی‌ها نسبت به مکزیکی‌ها برتری داشتند. در این دوران زن جوان و زیبای اسپانیایی به نام کارمن با پدر بدجنس خود زندگی می‌کرد. پدر کارمن بسیار تملق‌گرا بود و با تمام قلب خود از مکزیکی‌ها بدش می‌آمد. با اینکه او عمدتاً خروج از خانه را برای کارمن ممنوع کرده بود، اما حداقل اجازه می‌داد هر روز برای شرکت در عبادت به کلیسا برود. برخلاف میل او در کلیسا جدایی نژادی در کار نبود و با همه برخورد یکسانی می‌شد. در یکی از همین بیرون رفتن‌ها کارمن با مرد بسیار فروتن و مهربانی به نام لوئیس ملاقات کرد که دقیقاً برعکس پدرش بود. گویی فرشته ناقلای عشق بالای سرشان ایستاده باشد و آنها در نگاه اول عاشق هم شوند. به قدری عشقشان قوی بود که اهمیتی به تفاوت‌های اجتماعی که آنها را از هم جدا می‌ساخت نمی‌کردند و تصمیم گرفته بودند علیه کل دنیا یک تنه بایستند. اما کارمن می‌دانست پدرش هرگز رابطه او را قبول نخواهد کرد و حدسش هم درست بود. وقتی پدر کارمن متوجه راز او شد، بسیار عصبانی شد و تصمیم گرفت دخترش را در خانه زندانی کند. کارمن روزهای خود را با ریختن اشک و در حالی که در چهار دیواری اتاق خود زندانی شده بود می‌گذراند. اما وقتی متوجه شد پدرش تصمیم گرفته بدون گرفتن اجازه او را به مرد ثروتمند اسپانیایی بدهد، ناراحتی او دوچندان شد. در این بین لوئیس دیگر نمی‌توانست دوری از معشوقه خود را تحمل کند و فاصله بین این دو به شدت روی قلب او سنگینی می‌کرد. او می‌خواست هر طور که شده دوباره کارمن را ببیند، پس به سمت خانه او رفت. اما می‌دانست که کسی به او اجازه ورود نخواهد داد. در عوض او تصمیم گرفت از بالکن خانه‌ای که درست در روبروی اتاق کارمن قرار داشت بالا برود، به طوری که تنها چند اینچ فاصله بین او و کارمن وجود داشت. این دو عاشق که از جدایی ناعادلانه ناراحت بودند به سمت هم خم شدند تا یکدیگر را ببوسند. در آن لحظه پدر کارمن داخل اتاق او آمد و این صحنه را دید. او که احساس می‌کرد کارمن آبرویش را برده است، خنجر خود را بیرون کشید و از پشت به کارمن حمله کرد. کارمن در آغوش معشوق خود مرگ دردناکی را تجربه کرد و قلب شکسته لوئیس را هم با خود به قبر برد. لوئیس که دیگر زندگیش معنایی نداشت، خود را از معدنی به پایین انداخت تا حداقل در مرگ با معشوقش ملاقات کند. با اینکه این زوج سرانجام تراژیکی داشتند، اما آخرین محل ملاقات آنها که کوچه بوسه نام دارد، به زیارتگاه عاشقان مدرن تبدیل شده است.